چهارشنبه اعتصاب سراسری در نیجریه به حذف یارانه سوخت وارد سومین روز خود شد. در شهر لاگوس از کانونهای اقتصادی نیجریه معترضان با قرار دادن موانعی راه‌های منتهی به بعضی از محله‌های مرفه نشین را بستند. معترضان خیابانی ضمن آتش زدن لاستیک و اشیاء دیگر در خیابان در شعارهایشان دولت را به جنگ داخلی تهدید کردند. دولت به طور خودکار ما را به ورشکستگی رسانده است. ما قصد داریم تا پایان برای حقوق خود مبارزه کنیم. بروید و به گودلاک جاناتان بگویید که باید از سمت ریاست جمهوری کنار برود. گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه در آستانه سال نو میلادی یارانه سوخت را حذف کرده بود. این کار قیمت سوخت را در این کشور به حدود 2 برابر رساند. اعتصاب سراسری اکنون روند زندگی روزمره را در این کشور فلج کرده است. اما تولید 2 میلیون بشکه نفت در پرجمعیت ترین کشور آفریقا با مشکل خاصی روبرو نشده است. هرچند نگرانی هایی وجود دارد که در صورت ادامه اعتصاب روند تولید با دشواری روبرو شود.